اکنون وقت آن رسیده بود که مخوف‌ترین شکنجهگر شگرت‌های خود را بیازماید، با جسمی که از آستانه تحمل هم گذشته بود. با دیدن حسینی جا خوردم، برا روی تخت خوابان پایم را به طرفین و دستهایم را از بالا بست. هیکلش شرایط قیافه و اینا خودش شکنجه آور بود. قول بودن این حسینی، من هرچی بگم کم گفتم. یکی بود که سرش هم که اتمی زد، واقعا از گرگم بدصفت‌تر بود، هیچ کس رحم نمی کرد. طوری بود که بچه ها ما اسمشو گذاشته بودم دراکولا. بعد گفت هیچ حرفی نمی زدی، صدایت هم در نیاید، فقط هر وقت خواستی حرف بزنی انگشت شست دستت را تکان بده. یه حالت عجیبی داشت، نه حالت گریه داشت، نه حالت خنده، نه حالت اخ داشت، نه حالت شادی. تو چهره این هیچ چی رو نمیتونی بفهمی. تا مغز استخوانم تکان می‌خورد، هر ضربه چون شوکی بود و نفس را بند می‌کرد. تحمل کن، این زخمی کهنه است که پاک نمی شود نقشان از چهره حقیقت. زمانی هم که کابل می زد به قدر این قشنگ کابل می چید کف پا، نه بالا نه پایین. تخصصش در شکنجه به خصوص در کابل، به خصوص در کابل بی نظیر بود. پای بچه ها که می دیدیم، می دیدیم قشنگ ردیف زده تا پا به حدی که مثلا ورم میکرد و بعد باز به سلام میدوندن توی تونلی که ساواک ایجاد کرده بودن، میزنن که طرف برده این پاش ورمش بخواه دوباره بزنن. ایشون تا زشت شکنجه واقعا پیشی داشت، یعنی میگفتش میبرد طرف و تا سرحد مرگ میزد 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 تا میخواد آخر لحظه که بمیره ورمیداشت طرف رو زنده میکرد. دستای بزرگی داره که با یه دست که میداد تو گوش آدم شاید پرده گوش آدم پاره میشه. یعنی تا دب مرگ میبرد باز زنده میکرد، باز میبرد باز زنده میکرد. یه هنر خاصی داشت شکنجه حسین. قامت کوچک و شکننده قلم چگونه میتواند بار این مصائب را بر دوش کشد؟ اما نمیتوان ساکت ماند، نمیتوان چشم بست بر این خاطرات سراسر درد. باید نوشت، باید به حافظه گفت که تو در اینجا حق فراموشی نداری. هیکل درشتی داشت، دندونای بزرگ و برآمده و بیرون زده بود، از لباش بیرون بود، دستاش خیلی بزرگ بود، قد بلندی داشت، دست سنگینی داشت که دو تا سیلیه میزد تو گوش آدم، اگه درست میزد پرده گوش قطعا پاره میشد. یکی از دوستان به هم گفته بود حسینی ابله هست، میشود خرش شد. یک مقدار که کتک خوردی خودت را به بیهوشی بزن رهایت میکن. خود را به بیهوشی زدم، در این حالتم بی سی تا شلاق خوردم. نامرد میزد و میگفت خودت به هوش بیایی، میدانم که تو بیهوش شدنی نیستی. بعد از دقایق شلاق خوردن در این وضعیت دیدم نه، این بی‌انصاف است، دست بردار نیست و همینطور میزد. لذا دوباره شروع کردم به داد و فریاد کردن. حسینی از وضع کف پاهایم ناراحت بود، از آنجا که من در تمام مدت زندان پا برهنه را می رفتم پوست کف پایم کلوب شده بود. او هرچه شلاق می زد پایم زخم نمی شد. این حسینی شخص بود که ظاهراً آدم بی سوادی بود، اونطور که بعدا ما تحقیقات کردیم گروهبان ارتشی بود، دائم الخمر بود، دائم مست بود،
حسینی دست برداشت و گفت خب حالا حرفی برای زدن داری؟ گفتم نه، هیچی یادم نمی آید. بعد مرا آورد بیرون، گفت سرباز این را ببر بدوام. در همانجا پشت در نگه هم داشتند، بیرمق و ناتوان آنجا در زیر کوهی از درد خوابم بود. شب بازجوهای شکنجگر دوباره باز گشتند و گفتند نمیتوان به همین صورت وضع را ادامه داد، باید همین امشب کلکش را کند. برای خاطری که عزت رو به حرف بیارن نعمت آورده بودن زندان، داداش اخوی ایشونو. با شکنجه ای که از مرز تنت گذشت و نزدیکترین عزیزانت را به تهدید کشید چه کردی؟ تن زخمیت را از تخت برداشتند تا احساس و عواطفت را به آن ببندند. با چه توان و قدرتی توانستی این بار هم سربلند از این تخت برخیزی؟ در سال 52 ظاهرا آذر 52 بود که یه روز من صدا کردن. اون موقع من به صورت اینکه برای پا و دست و همه جام زخمی بود نمیتونستم راه برم، حرکت نمیتونستم بکنم، به صورت سرسره روزنه سر میخوردم و رو سرمون یه بلی زده بودن. در رفتم اتاق بازجویی که در اون اتاق بازجویی بازجوی ما آقای محمدی بود و آقای وحیدی تو اون اتاق. خب بعد از اینکه به اسم برو دستگیر کردن بردن اتاق شکنجه که من رفتم اونجا، به من گفتم بلیط برداره. من بلیط رو که برداشتم نگاه کردم دیدم که اخوی ما گوشه اتاق وایساده. بعد از اینکه روبرو شدیم بازجو گفتش که بهش بگو حرفاشو بزنه، اگر چنانچه حرفاشو نزنه مثل شما میشه. ایشون برگشت گفتش که هر چی حرف داری درباره من بگو. بعد اینکه ایشون روبرو من کردن و گفتن که این کیه، چون من قبلا افرادی که می آوردن یا می گفتن نمیشناسم یا می گفتن نمیدونم و اگر بعدا لو میرم می گفتن خب یادم نبود، اگه یادم بود می گفتن. در این رابطه هم که ایشون نشون دادن گفت خاله اینی که دیگه کاملا میشناسی یا یه پدر مادر، گفتم بله ایشون برادر منه و اینا. اخوی رو داشتم می‌زدن، منو بردم بالا سرش، گفت این کیه؟ گفتم من که چشم بسته است، حالا صداش صدای برادرم، وار برادر. و بعد از من صدای اینو در می‌آوردن، به این شلاق می‌زدن، از من می‌پرسیدن که این صدای کیه؟ میگم منم می‌گفتم صدای برادرمه. از دادگاه بردنش بی خودی 7 سال بهش دادن، عضویت بهش دادن، در صورتی که ایشون با کسی رابطه نداشت. و من چون چند سال اونجا انفرادی بودم، تو زندان کمیته بودم، ملاقات نداشتم، از وضعیت ایشون هیچ اطلاعی نداشتم. اگر عزت، آقا عزت، در بازجویی هایی که در کمیته مشترک ضد خرابکاری شهربانی ساواک از ایشون کردن لب باز میکرد، افرادی که مثلا در یه ارتباطی گرفته بودن یه سال محکوم شده بود یا دو سال محکوم شده بود یا زیر دادگاه بود یا 5 سال محکوم شده بود، نتیجتا اون کسی که 1 سال محکوم شده بود تبدیل به عبد می شد و اون که 5 سال گرفته بود 100% اعدام می شد. انتظار داشتم با دستگیری ایشون خیلی افراد رو بتونن اینا دستگیر بکنن و یا خیلی جاها رو بتونن، ولی با مقاومتی که کردند و با فریبی که دادن نیروها رو و با تأخیرهایی که در به اصطلاح اطلاع به ساواک داشتن، تمام نیروها جابجا شدن و جاها جابجا شدن، عملا نتونستن به چیزی از طریق عزت برسن. از افراد بسیار مقاوم بود، حتی اطلاعاتی که به ساواک داد اطلاعات سوخته‌ای بود.
در نوع خودش آدم بسیار باهوشی. یه بود دیگه‌اش بافشاری و در واقع با بیستاریگه روی خود محتوای آرمان هست. اهل عمل، مرد عمل بسیار بسیار رازدار بود. این نکته ایست که شاید در کمتر کسی به این اندازه دیده می شد. حسینی و محمدی دو نفری آنقدر مرا شلاق زدن که ناخونهای پایم پریده افتادن، ناخونهای دستم نیز کنده شدن. همون ندادن دارو برای این عفونت زخماش، این همه چیزی بود که هم از نظر جسمی هم از نظر روحی اذیت میکردن. انواع و اقسام این شکنجه ها رو از نظر تحمل کرده بود. هیچ وقتی چیرم لو نداد. یکی از دلایلی که ایشون اعدام نکردن این بود که معتقد بودند که شش ماه دیگه یه مطلبی لو میره که یه سر نخش مربوط به ایشونه، و لذا تا زمان انقلاب هم اینا همچنان پرونده آقای عزت رو دنبال میکردن. پس از 4 ماه که هر ساعتش به 40 سال میماند، فصل دیگری آغاز شد. فصلی آکنده از دشنام و تقدیر. به تن میتوان گفت بکش، تحمل کن، این تابانی است که برای بزرگی روح تو باید بپردازی. اما به راستی با رگبار دشنامی که بر اعتقادات و مقدساتت فرو میبارید چگونه کنار میامدی؟ آنها با هوش شیطانی خود آمدند تا در شبی که مولای مؤمنان از ضربت شمشیری زهرآگین پوست و رب الکعبه سرداد تو را خرد و تحقیر کنند. حسینی گفت من ابن ملجم هستم، امشبم شب 19 ماه رمضان شب ضربت خوردن حضرت علی است، پس امشب ما هم به تو ضربت وارد میکنیم. وصیتی حرفی داری بگو. که من گفتم نه وصیت، نه ارث و میراثی دارم، نه میراثخواری دارم، نه ثروتی دارم که به کسی کار دارم. هر کاری میخواد بکنه فقط زودتر من اعدام کنید، من دست شما را حبس میکنم. در میان یادها و خاطراتی که از آن روزهای تاریک باقی ماندند، هنوز نام اسباب شکنجهی به نام آپولو لرزه برندام می اندازد. تجربه عذاب‌آور این دستگاه مخوف را چگونه می توان وصف کرد؟ تو آپولو می گرفتن، اون کلا خود می زاشتن رو سر، بعد دست و پا رو می بستن، قشنگ با یه تصمیم بود می بستن. به صورت دو تا پرس بود که پیچ مهره میکردن که این سر پیچ ها تو قلم پا فرو میرن و طرف نمیتونستن تکون بخوره، هر چه تکون بیشتر میخورد پیچ ها بیشتر تو استخون فرو میرن. این رشته های برق هم به جای حساس مثل لبای دماغ، پره های گوش، لبای دندان، جایی که حساسه اینجا بس میکردن و شوک میدادن، که این شوک از اون موقع میبستنش به همون تخت و اجرا میبستن، چون اگه همین شوک میدادن این طرف میرفت بالا و میخورد زمین، به همین دلیل دست پای طرف رو میبستن. دست بیشتر و بیشتر پرس میشد و تمام اعصابم از دو پا تا فرق سرم تیر می‌شد. کوه با سنگ‌هایش معنا پیدا می‌کند و انسان با رنج‌هایش. یادم یه سکون نمی‌تونست بخوره، چم داد می‌زد تو سر کله خودش می‌رفت. خب طرف نعره می‌زد، داد می‌زد، فریاد می‌زد، چون بعد درد و شلاق با عصب و گوش آشنایی نداره، بعد هر کسی باشه خب ناراحت میشه. و چون داد و فریاد میکردن این صدا میپیچه تو اون کلاه،
و اون کلا باعث اون صدا باعث سردرد و دوران سر و ناراحتی عصبی و حتی خیلی هم میگرن گرفتن، خیلی مریض شدن تو این مسائل روانی و اعصاب پیدا کردن. فشار دست چنان بود که هر لحظه فکر میکردم ناخونهای دستم بیرون خواهد پرید. هیچ منفذ و راه در روی برای خروج صدا از کلاه نبود و صدا در همان کلاه دفن شد. از همه اینا بدتر اون فشاری بود که رو بدن می آمد، یعنی اون کلاه خودی که می زاشتن رو سر محکمه بدن داد می زد، اصلا دیگه داد می زد، پوست بود و استخون بود و گوش بود، احساس بود. اون چیزی که انسان در مقابل این مقاومت میکرد عقیده بود. به دست راست کمتر فشار می آوردن، زیرا بعد از پرس دست باد میکرد و دیگر نمیشد با آن اعتراف نوشت.